حواشی جنجالی زندگی خصوصی طناز طباطبایی، با ما همراه باشید، راجع بهش صحبت میکنیم و در مورد اتفاقات عجیب غریبی که تو زندگیش افتاده براتون میگم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. خب طناز طباطبایی که یکی از بازیگران معروف و محبوب سالهای اخیر هستش، طرفدارای زیادی رو به خصوص بین پسرهای جوون و نوجوون تو این سالها به دست آورده. اون متولد 20 اردیبهشت سال 69 در شهر تهران هستش. اون فارغ التحصیل رشته کارگردانی تئاتر از دانشگاه آزاد تهران مرکزه. از 18 سالگی جلوی دوربین رفته و بعداً هم تجربیاتش رو توی تئاتر و هم تلویزیون و هم سینما ادامه داده و پله‌های موفقیت رو دونه دونه طی کرده. اون فعالیت‌هایی رو هم توی زمینه هنرهای دیگه مثل نقاشی و موسیقی هم داشته. طناز طباطبایی قومی در یک خانواده 4 نفره به دنیا اومده. اون تنها یه خواهر داره که ازش بزرگتره و اسمش لیلاه. خواهرش رشته مترجمی زبان خونده و دکترای روانشناسی هم داره. گفته میشه که خانم طناز طباطبایی توی خانواده به شدت پولدار و ثروتمند بزرگ شده. پدرش تاجر فرش و تو کار واردات و صادرات فرشه. مادرش هم شاغل بوده و دبیر بازنشسته آموزش پرورشه. طناز طباطبایی توی سال 1381 وقتی که 19 سال سن داشت کنکور هنر داد و توی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز قبول شدش. اون موقع اساتید مطرحی توی اون دانشگاه تدریس میکردن که از جمله اونها مرحوم سمندریان، کیومرث مرادی و احمد دامون و ناظرزاده کرمانی بودن که خیلی توی بازیگر شدن طناز طباطبایی تأثیر مثبت داشتن. اون جدا از تحصیلات دانشگاهش در سال 1380، یعنی قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه، در 18 سالگی در کلاس‌های آزاد بازیگری مؤسسه هیوا هم شرکت کرد. تو همین کلاس‌های بازیگری هم بود که شانس برای اولین بار در خونه‌ش رو زد و بعد از چند ماه که از شروع دوره بازیگریش گذشته بود، سعید سلطانی کارگردان سریال جوانی اون رو به عنوان یکی از بازیگرها انتخاب کرد و برای اولین بار جلوی دوربین رفت. 2 سال بعد وقتی که 21 سال سن داشت، در سال 1383 در فیلم دیشب بابا تو دیدم آیدا به کارگردانی رسول صدر عاملی بازی کرد و مورد توجه اهالی هنر قرار گرفت. بعد از اون در سال 1385 در سریال میوه ممنوعه در نقش غزاله به شهرت رسید. بعد از اون هم در مجموعه قلب یخی، البته در فصل سومش، تو سال 1391 حضور پیدا کرد و 1 سال بعدم با سریال نمایش خانگی شاه گوش حسابی ترکوند. اون توی این سریال نقش گندم رو بازی میکرد که یه مخترع دیوونه بود که میخواستش کارهای متفاوتی انجام بده، ولی خب بازیش توی این نقش خیلی متفاوت بود و خیلی به چشم اومد. اون در سال 1388 برای بازی در فیلم صداها جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن رو از جشن منتقدان گرفت و با سریال پرانتز باز برنده جایزه بهترین بازیگر کمدی تلویزیون شد. جالب بدونید که قبل از 30 سالگی خانم طناز طباطبایی به شدت گریزون از ازدواج بود و ازدواج رو عاملی برای محدود شدن فعالیت‌های هنری و کاریش می‌دونست و فکر می‌کرد که با ازدواج کردن باعث میشه یه مرحله به عقب برگرده و واسه همینم هم هیچ وقت به ازدواج فکر نمی‌کرد. ولی خودش میگه وقتی که 30 سالگی رو رد کردم بیشتر آروم شدم و به زندگی فکر میکنم. البته اینکه بری و بگردی شوهر خوشتیب و پولدار پیدا کنی رو اصلا قبول ندارم. بیشتر نگاهم ازدواج سنتیه و این سبکی رو بیشتر میپسندم و دوست دارم که موقعیتش برای منم پیش بیاد و منم بتونم ازدواج بکنم. ولی خب فعلا خانم طناز طباطبایی دم به تله نداده و هنوز ازدواج نکرده.
اون خصوصیت بارز خودش رو نسبت به دوستاش میگه که من به شدت به دوستان وفادار هستم. میتونم بگم وفاداری رو به نسبت حد اعلی با دوستام داشتم، جایی که در خوشی و ناخوشی هیچ وقت اونها رو ترک نکردم و همیشه سعی کردم که برای خوشحال کردنشون هیچ وقت کم نذارم. جالب بدونید که طناز طباطبایی نوازنده گیتار حرفه‌ای هم هست و کارهای هنری زیادی رو انجام داده. اون علاوه بر موسیقی کار نقاشی هم میکنه و آثار نقاشی زیادی رو هم خلق کرده. همونطور که میدونید فامیلی طباطبایی مربوط به سادات هستش. خانم طناز طباطبایی هم جز سادات هستش. خیلی ها مدعی شده بودن که طناز طباطبایی با بهنوش طباطبایی، لادن طباطبایی و مرحوم علی طباطبایی نسبت داره که خودش بارها توی مصاحبه‌هاش گفته که صرفا تشابه اسمی هستش و هیچ نسبتی با این بازیگران نداره. قطعا میتونیم استایل و پوشش طناز طباطبایی رو یکی از متفاوت ترین پوشش های طناز طباطبایی بدونیم. اون خودش میگه که من همیشه دوست دارم در لباس هام راحت باشم. تا جایی که امکانش باشه نمیذارم لباس های خیلی رنگی و پارچه های پر از زرق و برق برایم بدوزن. سعی میکنم که لباس هام همیشه سادگی خودش رو داشته باشه. چند وقت قبل یه سری عکس از خانم طناز طباطبایی توی رسانه‌های مختلف پخش شده بود و گفته بودن که طناز طباطبایی باردار هستش، که خودش قویاً این مورد رو تکذیب کرد و گفته بود که من اصلا ازدواج نکردم و فقط یه مقدار اضافه وزن پیدا کردم که این عاملی شده که خیلی از رسانه‌های زرد واسم خبر دروغ کار بکنن. یه تیتری هم خیلی از خبرگزاری ها چند سال قبل از اکران فیلم شنای پروانه زده بودن که مربوط به لو رفتن فیلم خصوصی شنا کردن طناز طباطبایی در استخر بود، که مدعی بودن فیلمش لو رفته و توی رسانه های مختلف پخش شده، که این موضوع اصلا ربطی به طناز طباطبایی نداشت و صرفا مربوط به نقش طناز طباطبایی تو فیلم شنای پروانه بود که ماجرای لو رفتن فیلم شنا کردن یه خانوم توی استخر بوده که بازی اون خانوم رو طناز طباطبایی بر عهده داشته. طناز طباطبایی خودش رو آدم لجبازی میدونه، ولی خب دوستان نزدیکش میگن که طناز سالی یکی دو بار لجباز میشه که این شدتش خیلی زیاده، با اینکه شاید یکی دو بار در سال اتفاق بیفته ولی خیلی پررنگ میشه و کلن کوتاه نمیاد از اون چیزی که خواستشه. طناز طباطبایی یه تایمی توی فعالیت‌های سیاسی هم خیلی بولد بودش. اون در سال 92 جز 140 هنرمندی بود که توماری نوشت و از انصراف محمد رضا عارف به نفع حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تقدیر کرد. اون در سال 1396 هم جز هنرمندانی بودش که حامی حسن روحانی بود و اون عکس‌های تا 1400 با روحانی رو تبلیغ می‌کردش. طناز طباطبایی مدعیه که در سال 91 حقش رو توی سینما و جشنواره فجر خوردن. اون میگه که من سر فیلم سینمایی هیس دخترها فریاد نمیزنند در سال 91 فکر میکردم که بتونم سیمرغ جشنواره فجر رو برای این فیلم بگیرم، ولی حتی نامزد هم نشدم و فکر میکنم که حق من رو خوردن و اگه اونجا من سیمرغ میگرفتم خیلی راهها برای من باز میشد و پیشرفت سریعتری میتونستم داشته باشم. ولی بعدن در سال 1398 وقتی که طناز طباطبایی 36 سال سن داشت اولین سیمرغ بلورین خود رو به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم شنای پروانه به دست آورد. اون در سال 96 هم تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن رو از 11 دوره جشن منتقدان سینمای ایران برای بازی در فیلم ویلایا تونست به دست بیاره. طناز طباطبایی زیاد آدم معاشرتی نیست و میگه دوستان اندک و گزیده‌ای دارم. به روانشناسی عشق می‌ورزم و انسان آینده‌نگر و جسوری هستم و از زندگی عادی‌ام متنفرم. اوقات فراغتم رو به گالری‌های عکاسی و نقاشی میرم و زیاد کتاب می‌خونم و فیلم می‌بینم. تحصیلات دانشگاهی رو به خاطر
اصرار پدرم داشتم. پدرم میگفت دوست ندارم که تو از کوچه و بازار بازیگر بشی، دوست دارم تحصیلات آکادمیک داشته باشی. به همین دلیلم بود که تصمیم گرفتم دانشگاه رشته کارگردانی تئاتر بخونم. اون در مورد تجربه بازیش در تئاتر هم میگه: تجربه بازی در تئاتر رو خیلی زیاد دارم. فضای تئاتر نسبت به سینما به من اجازه تجربه بیشتری میده، اما علاقه خودم سینماست، عاشق پرده نقره‌ای هستم. طناز طباطبایی رو میتونیم جزء معدود بازیگرهایی بدونیم که توی تمام پلتفرما، چه تلویزیون، چه شبکه نمایش خانگی و چه پرده سینما و چه تئاتر حضور درخشانی داشته. از کارهای معروف سینمایی اون میتونیم به هیس دخترها، فریاد نمیزنن، آرایش غلیظ، رخ دیوانه، خشم و عیاهو، اروند، طلا، چنای پروانه، خورشید و بیرویا اشاره بکنیم. اون توی تلویزیون هم از سال 79 فعالیت داشته. فیلم ذبیح، جوانی، راندخار کوچک، در چشم باد، میوه ممنوعه و پرانتز باز جز کارهای نمایشی اون بودن. در شبکه نمایش خانگی هم سال گذشته با سریال یاقی حسابی قوقا به پا کرد. قبل از اون هم در شاهگوش، کلا قرمزی و قلب یخی حضور داشت. اون در تئاتر هم از سال 90 تا 98 فعالیت فعال و مستمری داشته. اون در سال 90 تئاتر درس رو بازی کرد و بعدن در کمی بالاتر باغبان مرگ، نامه‌های عاشقانه، تروما، جنایت و مکافات هم حضور داشت. ممنون از همراهیتون با این ویدیو. حتما نظرتون رو راجع به طناز طباطبایی و بازی و بازیگریش تو بخش کامنت ها برای ما بنویسید. حتما راجع به این ویدیو هم برای ما تو بخش کامنت ها نظرتون رو بگید و بهمون بگید که دوست دارید حواشی و حقایق زندگی کدوم یکی از بازیگرها رو توی ویدیوهای بعدی کار کنیم براتون. ممنون از همراهیتون با ما. حتما ویدیو رو لایک کنید. لایکتون خیلی میتونه به ما کمک بکنه که ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری براتون تولید بکنیم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.